بیشتر صحبت کنیم در این باره با سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت آلمان. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای جاوید، گزارش تازه بانک جهانی با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی افغانستان را چگونه ارزیابی میکنید؟ با سلام خدمت شما و همچنین خدمت بینندگان محترم شما، بسیار تشکر که دعوت کردین در این بحث. خب بانک جهانی یک نهاد بسیار معتبر بین المللی است که بر اساس شاخص‌های علمی هر ساله اقتصاد کشورها را ارزیابی میکنه و یک راپور را ارائه میکنه. همچنین که شما در اخبارتان ذکر کردین، وضعیت اقتصادی افغانستان چندان خوب تعریف نکردند. خب قطعا یک بحران اقتصادی در افغانستان که وقتی مثلا تورم به این حد باشه و شاخصه های رشد اقتصادی منفی باشه و منفی ده باشه، قطعا یک حالت بسیار خطرناک برای افغانستان پیش آمده و این قطعا پیامت های بسیار خطرناک برای مردم افغانستان، اقتصاد منطقه و همچنین نامنی ها خود داشت. بله. از طرف دیگر شاخصه هایی که بانک جهانی بر رویت آن گزارش تهیه میکنه، خب یک شاخصه های علمی است، منتها وقتی در متن جامعه بریم و اوضاع به مراتب بحرانی تر از او حالت است که بانک جهانی روی از شاید فوکس نکرده باشه. مثلا فقر و نادرآمدی و نمیفهم تتها مشکلی که فامیلی ها در دهات در طرف دارن با مراتب سنگین تر از ایست که مثلا بانک جهانی با چند شاخصه های تورم و نمیفهم رفاه از اینا میار بحث میکنن. وضعیت مردم افغانستان بسیار خطرناک است و با بانک جهانی راپوری که ارائه کرده فکر میکنم که بهترین راپور بوده شده به شاید فعلی. بله، با توجه به هشدار بانک جهانی از وضعیت اقتصادی افغانستان، چه اقداماتی لازم است تا فقیر و فقر و گرسنگی کاهش یافته و اقتصاد این کشور رشد نماید؟ خب رشد اقتصاد حقیقتا در این سوال شما دو بخش داره، یک رشد اقتصاد است، یک کاهش فقر. رشد اقتصاد ارتباط مستقیم با ثبات سیاسی در کشور دارد. افغانستان فعلا ثبات سیاسی وجود ندارد. افغانستان فعلا تحت حاکمیت یک گروهی است که اونا یک حکومت، یک نظام تک قومی و تک مذهبی در افغانستان حاکم ساخته و انسان‌ها تقریبا اما 41 میلیون انسان در اونجا فعلا اسیر است و ما نمیتونیم در شرایط بیم روی مثلا توسعه اقتصاد گپ بزنیم، چون اقتصاد یک بحث علمی است و باید یک راهکارهای علمی را جستجو کرد. طالب کسایی نیست که بتونه مثلا راهکارهای علمی راجع به توسعه اقتصاد افغانستان داشته باشه و یا حتی در این مورد فکر کرده باشه. منتها راجع به کاهش فقر امکان داره که در شرایط فعلی آدم چیزایی گفته بتونه. مثلا یک از چیزایی که آدم میتونه بگه ای که خب کمک های بین المللی به خاطر رسیدن مواد غذایی و همچنین کمک های بشری برای مردم افغانستان باید توسعه داده شود و بیشتر شود که مردم افغانستان حداقل در بدترین بحران اقتصادی که استارویشن است در او روبرو نشود. بله. شفافیت در توزیع کمک ها باید باشه، اجازه دادن باید اجازه کار برای خانم ها بیده، باید تحصیلات فراهم شد که خانم ها بیتنن کار بکنن، چون اکثر فامیلی ها مرد خانواده که نداره خانم ها کار میکرد، فعلا کلن اونا را از کار برداشته و یه ممکن نیست. در زیم کوشش شده که جلوگیری از استخراج غیر اصولی و غیر قانونی و غیر معیاری معادن صورت بگیره، فراهمسازی انتقال پول که از خارج افغانایی که در خارج است در افغانستان صورت بگیره، چون اینا کس پول را نمیتونه، پول را که در بانک است و طالبان روی از حاکمیت داره و کس نمیتونه پول را آسانی بیتونه بکشن. بله. من فکر کنم روی کاهش فقر بیشتر توقع ما از جامعه بین المللی اشارت فرمینه که میتونه بیشتر کمک کنه برای مردم افغانستان. بله، در صورت تداوم بیکاری و فقر در افغانستان، چشمانداز آینده اقتصادی این کشور را چگونه پیش بینی میکنید؟ خب چیزی که شما هم در اخبار گفتین، ما هم میبینیم که اما جی دی پی افغانستان پر کپیتا یا مثلا درآمد ناخالص ملی به شدت کاهش یافته، چیز در حدود 300-350 دلار در سال شده و این خودش یک وضعیت بسیار بحرانی خطرناک است. رشد منفی اقتصادی دوام خواهد پیدا کرد، یعنی بیشتر از این وضعیت خراب خواهد شد.
فقر و گرسنگی امکان داره که مثلا پیامدهای بسیار خطرناکی داشته باشه، از جمله مثلا جرایم شهری، دزدی، نمیفهم راهگیری، از اینا بیشتر خودشون در افغانستان مهاجرین سوی تغذیه مخصوصا اطفال بیشتر تحریک خواهد کرد. تورم بسیار بالا خواهد رفت به خاطر که در افغانستان فعلا تمام کالاهای مصرفی را از پاکستان ایران وارد میکنه و اونا هم به بسیار جنس بی‌کیفیت است و در این صورت پول بیشتر در خارج صادر میکنه و به این ترتیب ما میبینیم که نرخ ارز افغانستان هم کاهش پیدا میکنه و وضعیت به مراتب بحرانی تر خواهد شد. بله، بسیار متشکرم از شما سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت آلمان. We'll be right back.